اون ملعون دو تا رفیق عزیزمو که شهید کرد، رفیق اولم شهید دارایی رو که ضربه ای زد متوجه نشدم، فقط دیدم که به طرف شهید اصلانی هول شد و افتاد، یعنی اون هولش داد افتاد. شهید اصلانی که آمد جلو بدون هوا و به صورت مظلومانه شهید شد. منو که ضربه زد، یک ضربه ای که به نزدیک به شارگم 2 سانتی متری زد که به کتفم و پایین گیر کرد، شروع کردم فرار کردن. دیگه بالاخره لباسم پیش پایم گیر کرد و زمین خوردم. هر ضربه ای که من میزد یک یا حسینی میگفتن. من قبلا بچه ها میگم تو آزمایش ازدواجم که اول خون میدن، که دقیقا 2 سیسی خون میدن، من یادمه اونو رفتم با لباسم بودم که خون بدم. بعد از این که خون دادم افتادم، نیم ساعت روی اون تخت بیمارستان افتادم و تو آزمایشگاه. بعد آقای دکتر گفت ما فکر نمی کنیم اینقدر شیخ ضعیفی باشه. نه، یعنی اینقدر من از خون حالت تنفری داشتم از خون، چون خون رو یا نباید میدیدم، وقتی میدیدم مثلا حالم بد میشه. ولی نسبت به اون روز میدیدم هر ضربه ای که من میزد، چون ضرباتش هم ضربات مهلک به صورت حالا به قول چیزا کلنگی میزد، خون زیادی از من میومد. نه تنها حالم بد نمیشد، نه تنها به من ضعفی دست نمیداد، یه قوتی میگرفتم، صدای من هست. اون یا حسینایی که میگفتم هر ضربه میزد یا حسین میگفتم و اون ملعونم عصبانی میشد، اون بغضش رو تا من یا حسین میگفتم محکمتر میزد. خون میریخت و اطرافم، و بالاخره دفاع میکردم، دستام هی دور میزدم، خون میریخت. و بالاخره من اون لحظه یک لحظه به یاد چی افتادم، چون همون طوری که منو میزد دست و پا زدن شهید اصلانی رو هم هی نگاه میکردم، به یاد واقعه کربلا افتادم که اون تشنه جون دادن آقای اصلانی رو دیدم. خیلی نزدیک 20 ضربه منو زد، دیگه از دست پا افتادم. دوباره آخرین ضربه داد، چون دور میزدم، ضربه آخر رو اون پشت به حرم امام رضا بود، من رو به حرم امام رضا بود، ضربه کاری زد به من، ضربه کاری که بازوی من آخرین بار که دادم بالا به حساب خودش به اینجا من زد، داخل ضربه بازو زد. خیلی خونم از ضعف کردم، گردنم یک کم بالا گرفته بودم، چشمم افتاد به گنبد آقا امام رضا. فقط هم یک مرتبه گفتم یا امام رضا خودت نگهدار، یک امام رضای بلندی گفتم. و واقعا من اون لحظه دیدم آقای امام رضا کورش کرد، چون اینو که گفتم بلند شد، یعنی از نشانات نیمخیز بود میزد، بلند شد و یک لحظه حواسش پرت شد، با سر و صدای مردان حواسش پرت شد، 5-6 متر از من فاصله گرفت. اون یار رضایی که گفتم 5-6 متر فاصله گرفت، من اون لحظه متوجه نشدم که چرا این اتفاق افتاد، ولی هنوز میترسیدم، گفتم اون شاید بیاد. و چون خیلی رو من یک بغضی داشت، چون من صحبت میکردم، من یک شعار میدادم، شهدای دیگه رو نامردی زد. او خیلی رو منم توی مصاحبهاش گفته بود، چون این هر کار میکردم مقاومت میکرد و مثلا شعارهایی که میداد رو من خیلی جیمی شد، تا اینکه خداوند متعال واقعا آقای امام رضا علیه السلام به داد ما رسید و گوشاش رو هم کر کرد و چشماش رو هم ندید واقعا به کجای ما زد و گرفته شد. من این رو از آقای امام رضا علیه السلام دیدم توی زندگی، واقعا دیدم توی زندگی آقای امام رضا به فریاد.